گلاسیا سلام، اولا که دمتون گرم 2000 تایی شدیم، دوما که یارتون باشه من قبلا هر روز پست می‌ذاشتم، اما این مدت به خاطر یه سری دلایل شخصی و حالا قطعی دائم فیلتر شکن و خیلی چیزای دیگه فعالیتم کم شده. خلاصه که دمتون گرم تا الان تو کانال بودید و هستید و حمایت می‌کنید. یه اتفاق خیلی خوب داره میفته این مدت که بعدش فعالیت کانال رو 1000 برابر می‌کنمش. خلاصه که دوستتون دارم. امروز براتون یکی از رومق‌ترین فیلم‌های سینما رو آوردم که عجیب ذهنتون رو به فنا میده. فیلم The Killing of a Sacred Deer یا کشتن یک آهوی مقدس از اون دست فیلم‌هاست که شاید صحنه حال به هم زن زیاد نداشته باشه یا مدام باعث ترس ذهنتون نشه، اما به قدری تاریک و خط داستانیش وحشتناکه که قطعاً ذهنتون رو سرویس می‌کنه. حواستون به اسپویل کامل فیلم باشه و بریم ببینیمش. با شروع فیلم مردی به اسم استیون رو می‌بینیم که جراح قلب و بعد از یه عمل جراحی به یک کافه میری تا پسری به اسم مارتین رو ببینه. حالا مارتین کیه؟ استیون چند وقت پیش یه جراحی ناموفق انجام میده که باعث مرگ مریض میشه و مارتین پسر همون مریضه. بعد از مرگش این دو نفر با هم در ارتباطن، چون استیون حس میکنه باعث یتیم شدن این پسر شده و خلاصه عذاب وجدان داره. بعد کمی صحبت استیون یه ساعت مچی به مارتین هدیه میده. وقتی به خونه خودش برمیگردن با خانواده‌اش آشنا میشیم. اسم همسرش آناس و یه دختر به نام کیم و پسری به اسم باب دارن. سر میزشم هم که صحبت میکنن استیون میگه امروز پیش مارتین بودن و آنا هم که از قضیه مردن پدر اون خبر داره میگه یه روز دعوتش کن بیاد اینجا ما هم باهاش آشنا شیم. روز بعدی که مرد به سر کار میره دوباره مارتین پیداش میشه. این بار استیون کم عصبانی میشه چون این پسر دیگه خیلی داره دور و برش میاد. مارتین هم میگه ببخشید، فقط میخواستم بگم رو ساعتی که بهم کارو دادی یه بند جدید انداختم، میخواستم نظرتو بدونم. بعد برخورد بعد مرد با مارتین پسر با ناراحتی میره و میگه قول میدم دیگه اینطوری سرزده نیام. چند روز میگذره و میبینیم این دو نفر دوباره همون میبینن که این بار استیون برای جبران اون رفتار بعدش مارتین رو دعوت میکنه که ناهار بیاد خونهشون. بعد از آشنایی با خانواده استیون و یه برخورد گرم با هم دیگه ناهار میخورن و آخرش هم میره تا با بچه‌ها وقت بگذرونه. این وقت گذروندن همانا و کرایه زدن کیم و مارتین روی هم همانا. خلاصه که مارتین یکم دیگه با بچه‌ها وقت میگذرونه و آخر قبل از اینکه از خونه بره این خانواده رو دعوت میکنه که یه روز بیان خونهشون تا با مادرش همه شام بخورن. بقیه هم قبول میکنن و مارتین به خونه میره. استیون هم میره سر کار که دوباره نزدیکای شب مارتین بهش زنگ میزنه. استیون دیگه به این گیر بودن پسر شک کرده که مارتین بهش میگه من به مادرم گفتم تو قرار شام بیای خونمون. استیون هم اصلا دلیل این همه عجول بودن درک نمیکنه، اما به هر حال تنهایی میره اونجا. مادر مارتین با خوشرویی از استیون استقبال میکنه و بعد شام پسر گیر میده که باید بمونی تا همه با هم فیلم ببینیم. این سه نفر میشینن پای تلویزیون که استیون هم خیلی معذب شده. وسط فیلم یه دفعه خود مارتین میگه من خوابم میاد و میره اتاقش که معذب بودن استیون هم بیشتر میشه. همین لحظه یه دفعه مادر مارتین شروع میکنه به لاس زدن با استیون که یه دفعه مرد با عصبانیت میگه بس کن. مادر با لبخند میگه نگران مارتین نباش، اون خودش اندازه من دوست داره که این اتفاق بیفته. که دیگه استیون بلند میشه و با سردرگمی به خونه خودش برمیگرده. روز بعدی دوباره وقتی استیون میره سر کار میبینه مارتین منتظرش نشسته. پسر پررو میگه اومدم منو چکاپ کنی چون قلبم یکم درد میکنه و میترسم بیماری بابام ارسی باشه. بعد از چکاپ مطمئن شدن از اینکه هیچ مشکلی نداره دوباره استیون هم به شام دعوت میکنه. این بار مرد خیلی محکم میگه نمیام، که مارتین هم در جواب میگه اگه بیای مامانم خیلی خوشحال میشه چون از تو خوشش میاد. استیون هم با عصبانیت میگه من کاملا از زندگی و زن و بچه‌ام راضیم، پس این قضیه رو تموم کن. اما همین رفتار استیون انگار باعث کنجکاوی بیشتر مارتین میشه و چند روز بعدی همش جلوی استیون ثبت میشه تا یه جور باهاش حرف بزنه و انگار دنبال محبت دیدن از طرفمونه. چند شب بعد کیم میاد پیش پدرش و میگه داشتم از خونه دوستم میومدم که مارتین رو با ماشین چیدم و اون منو رسوند خونه. استیون که خیلی به این پسر رفتارش شک کرده میگه دور و برش نپلک، اما با اصرار دخترش بی خیال قضیه میشه، میگه هر کاری دوست داری بکن. هرچند که واضح خیلی ناراحت شده و مارتین رو هم میبینیم که با یه نگاه عجیبی جلوی خونه استیون و اون زیر نظر داره. روز بعدی استیون متوجه میشه پسرش باب هنوز نخوابیده و از دیشب روی تختش نشسته. وقتی میره پیشش بچه میگه پاهم یه جوری شدن انگار حس ندارم، نمیتونم تکونش بدم. استیون هم با نگرانی سری پسرش رو میبره بیمارستان و ازش آزمایشهای مختلف میگیره، اما دکترا میگن هیچ مشکلی نیست. و بعد آزمایشا یه دفعه باب میگه پاهم برگشتن و شروع میکنه به قدم زدن. استیون فکر میکنه پسرش برای جلب توجه دروغ گفت و با عصبانی از بیمارستان برتش بیرون. بیرون بیمارستان یه دفعه باب رو زمین میفته که انگار دوباره پاهاش بی‌حس شدن، اونو برش میگردونن و دوباره تحت نظر میگیرن که استیون هم اینجا میفهمه واقعا پسرش یه چیزی شده. تا روز بعدی هم اونجا میمونه و کلی روش آزمایش میکنن، اما هیچ کس نمیفهمه این پسر چشه. روز بعدی پدر و مادر پیش پسرشون میرن که میبینن مارتین از قبل اونجاست. اون میگه برای ملاقات باب اومده و یواشکی به استیون میگه بیا کافه بیمارستان که کاری دارم.
استیون با تعجب و نگرانی میره که مارتین یه جعبه جلوش میذاره، جعبه‌ای که توش یه چاقوی شکاریه. بعدم شروع میکنه به صحبت. اون به استیون میگه تو باید به خاطر مردن پدر من یه تعادل توی دنیا به وجود بیاری. استیون با تعجب نگاهش میکنه که مارتین هم میگه بابای من به خاطر یه مشکل تو اتاق عمل مرد که تو باعثش شدی. حالا تو باید از بین همسرت و دو تا بچه‌ها یکی رو بکشی تا همه چیز درست بشه، وگرنه چیزی نمیگذره که هر ستاشون رو به بدترین شکل از دست میدی. اونا اول فلج میشن، بعد دیگه غذا نمیخورن و در آخر از چشمشون خونریزی میکنه و بعد چند ساعت میمیرن. استیون با عصبانیت بلند میشه و بعد اینکه از نگهبانا میخواد مارتین رو بندازن بیرون، پیش پسرش برمیگرده، جایی که همسرش بهش میگه با پیش غذایی نخورده. حرف مارتین رو مخ این پدر رو سعی میکنه به زور تو دهن پسرش غذا بریزه، اما هر کاری میکنه موفق نمیشه. در همین حین کیم رو تو خونه میبینیم، خونه خالی، پدر و مادر بیمارستان، اینم مارتین رو آورده خونه. بعد یکم صحبت دکتر یه دفعه لباساشو در میاره و به مارتین پیشنهاد رابطه میده، اما پسر میگه کار دارم و از خونه میره بیرون. طی همین روز همینطوری حال بابم بدتر میشه و هر لحظه ضعیف‌تر از قبله. دکترها هنوز نفهمیدن چه بلایی سر پسر اومده و میگن احتمالاً مشکلش چیز روانیه. با شنیدن این حرف استیون دوباره شک میکنه که شاید باب داره همه چیزو تظاهر میکنه و ادا در میاره، و واسه همین وسط راهروی بیمارستان یه دفعه پسرشو از رو صندلی چرخدار میندازه زمین و شروع به داد زدن سرش میکنه که از جاش بلند شه. وقتی بازم نتیجه نمیگیره با عصبانیت به باب میگه اگه تا الان ادا درآوردی اب نداره، فقط اعتراف کن و میبخشیمت. بازم پسر هیچی نمیگه و این بار استیون شروع به تهدید میکنه، میگه موهاتو از ته میذارم، دیگه نمیذارم بازی کنی. ولی بازم باب هیچ عکس العملی نشون نمیده. روز بعدی میرسه و کیم رو میبینیم که در حال تمرین توی گروه سرودشونه. یه دفعه دختر میفته رو زمین و سری به بیمارستان میبرنش. متوجه میشن اونم دیگه نمیتونه باهاش حرکت کنه و مثل برادرش داره فلج میشه. حتی وقتی پدرش میخواد بهش ناهار بدم نمیتونه غذا رو قورت بده و به زور از خفگی نجات پیدا میکنه. دیگه استیون کم میاره و با خشم و عصبانیت میره دم خونه مارتین، اما هیچ کس اونجا نیست و کسی جوابشون نمیده. البته که واسه همسرش آنا هم تعریف میکنه که مارتین اون روز چه حرفای ترسناک و عجیبی بهش زده. روز بعدی کیم رو میبینیم که تلفنش زنگ میخوره و مارتین پشت خطه. اون بهش میگه اومدم بیمارستان تا ببینمت. یه دفعه میبینیم که کیم در کمال تعجب از جاش بلند میشه و راه میره دم پنجره، انگار فلجش خوب شده. اما هیچ کس بیرون بیمارستان نیست و همین لحظه مادرش میاد داخل که با دیدن دخترش رو پاهاش خوشحال میشه. وقتی کیم برمیگرده دوباره میخوره زمین و انگار بازم به حالت فلج بودن برمیگرده. وقتی برادرش لو میده که کیم داشته با مارتین تلفنی حرف میزده، مادر با عصبانیت گوشی بچه‌شو میگیره و میره بیرون. مادر کم کم حرفای مارتین رو باور کرده و به خونه اون میره. با حال داغون از مارتین پرسه چرا باید به خاطر اتفاقی که افتاده من و بچه‌هام عذاب بکشیم و همسرم اینطوری نابود شه؟ آخه هیچ کس مقصر نبود و این یه اتفاقه. مارتین هم با همون رفتار مرموزش میگه به نظرم تنها راه عدالت همین چیزیه که داره اتفاق میفته. پدر من به خاطر اشتباه همسر تو مرده، حالا باید اینطوری مجازات شه. اونا هم با شنیدن این حرف به هم میریزه، چون نمیتونه قبول کنه استیون تو مرگ پدر مارتین نقشی داشته و میره بیرون. استیون تو بیمارستان میبینیم که همه دکترها دورش جمع میشن و بهش میگن واقعا چیزی که باعث اینطوری شدن بچه‌ها شده رو نمیتونیم پیدا کنیم، چون همه چیزشون عادی و سالمن. میگن قطعا یه مشکل روانی و بدون توجه به حال استیون بچه‌هاشو مرخص میکنن تا به خونه برگردن، بلکه آرامش خونه باعث خوب شدن حالشون شه. در همین حال آنا رو هم میبینه که بعد صحبت اون روزش با مارتین با یکی از جراحای دیگه‌ای که اون روز تو اتاق عمل پدر مارتین بودن قرار میذاره. بعدم ازش میپرسه شوهر من چه اشتباهی کرده که دکترم جواب میده الان نمیدونم، اما میتونم بفهمم دلیل اصلی مرگ تو اتاق عمل چی بوده. البته که باید در ازاش یه جور با هم حساب کنیم. آنا هم به دانشار قبول میکنه. بعد دیگه رابطه جنسی تو ماشین، یه دفعه دکتر چیز خیلی مهم میگه. میگه همسرت عادت داره همیشه قبل از جراحیاش دو پیک مشروب بخوره، احتمالاً به خاطر هوشیار نبودنش اون عمل ناموفق بوده. حالا آنا فهمیده که همسرش واقعا یه نقشی تو این اتفاق داشته و وقتی به خونه برمیگرده دعوای با استیون شکل میگیره و میگه فقط تو میتونی بچه‌هامو نجات بدی، پس تو رو خدا یه کاری بکن. این وسط کیم و باب هم دعوای پدر و مادرشون میشنون و متوجه میشن بلایی که سرشون اومده فقط با کشته شدن یکی از بچه‌ها یا مادرشون کم میشه و با شدت حالشون به هم میریزه. استیون دیگه واقعا طاقتش تمام شد و بعد تاریکی هوا بدون هیچ فکری میره بیرون و مارتین رو با دست و پای بسته به زیر زمین خونه خودش میاره. وقتی همسرش میفهمه که استیون مارتین رو دزدیده خیلی به هم میریزه، اما چون میدونه هیچ راه دیگه‌ای برای فهمیدن مشکل بچه‌هاش نیست تصمیم میگیره کمک کنه و هیچ حرفی نزنه. استیون شروع میکنه به کتک زدن مارتین و اون رو زیر شکنجه میگیره، اما این پسر که انگار دیگه هیچ روحی براش نمونده و کلا به دنیا بی‌حسه هیچ دردی نمیکشه. استیون عصبی تر میشه و تفنگشو در میاره که حتی به اون شلیک بکنه، اما اینجا یه دفعه مارتین میگه حواست باشه یه موقع منو نکشی.
وگرنه این دفعه هر چهارتون به بدترین شکل میمیرید و هیچ راه فراری هم نمیمونه. استیون هم که دیگه باورش شده حال بچه‌هاش به خاطر یه نفرین اینطوریه به حرف مارتین گوش میده و شکنجه رو تموم میکنه. یه روز دیگه هم میگذره و حال بچه‌ها از قبل بدتره. میبینیم با نگرانی شروع به صحبت با هم میکنن چون بالاخره پدرشون باید تصمیم بگیره یکیشونو بکشه. کیم به برادرش میگه اگه مردی هرچی وسیله داری رو میدی به من، که بابام هیچ جوابی نمیده. اما میبینیم که یه دفعه از تختش میاد بیرون و همونطوری سینه خیز میره آشپزخونه. بعد برداشتن یه قیچی یه دفعه شروع به بریدن موهای خودش میکنه. بعدم سینه خیز میره پیش باباشو میگه نگاه موهامو همونطوری که همیشه دوست داشتی کوتاه کردم. اینجا میفهمیم باب داره همه تلاششو میکنه تا باباشو به طرف خودش بکشه که یه موقع اونو برای مردن انتخاب نکنه. حتی میگه من دلم میخواد بزرگ شدم مثل تو جراح قلب شم. استیون که میفهمه چقدر بچه‌هاش از این قضیه نابودن که حاضرن این کارو کنن، با ناراحتی بابو میبره به اتاقش و تنهایی میره بیرون خونه، جایی که دیگه همه قدرتشو از دست میده و مثل بچه‌ها با صدای بلند شروع میکنه به گریه و زاری. حالا مطمئن تنها راه نجات خانواده‌اش کشتن یکی از اوناست و این قضیه نابودش کرده. روز بعدی استیون که واقعا نمیدونه چیکار کنه میره مدرسه بچه‌هاشو مثل احمقا از مدیر میپرسه کدوم یکی از بچه‌هام بهترن. اون دنبال یه دلیل برای اینکه بتونه درست انتخاب بکنه اما هیچ چیزی پیدا نمیکنه، مخصوصا وقتی مدیر بهش میگه جفت بچه‌هات عالین و هر دو تا مثل همن. در همین حین خونه رو میبینیم که آنا به زیر زمین میره و شروع به بستن زخمای مارتین میکنه. اون تصمیم گرفته تا محبت و هر چیزی که شده یه جور مارتین رو راضی کنه تا جون خانواده‌اشو ببخشه. حتی بچه‌هاشو میاره زیر زمین برای که مارتین با دیدن حالشون دلش به رحم بیاد. مادر به درجه از بیچارگی میرسه که جلوی پسر خم میشه و حتی پاهاشو میبوسه. میگه هر کاری بگی میکنم، فقط بچه‌هامو بهم برگردون، که بازم مارتین با نگاهی سرد و بیروح جوابی بهش نمیده. مادر پسرشو برمی‌داره که برن بالا، اما مارتین یه دفعه میگه باید خیلی زود این تصمیمو بگیرید وگرنه چیزی به مرگ مارتین نمونده. اگه هم یکیتون به خاطر همین بیماری بمیرید قربانی محسوب نمیشید و بازم استیون باید از بین دو نفر باقی مونده یکی رو قربانی بکنه. شب میرسه و میبینیم آنا به قصد رابطه جنسی میاد روی تخت پیش همسرش. استیون که خیلی به هم ریخته به قضیه میلی نداره که موقع خواب و بعد حرف زدن آنا میفهمه دلیل این کار زنش چی بوده. آنا میخواسته با رابطه جنسی عشق همسرش به خودش بیشتر کنه و میگه باید یکی از بچه‌ها رو انتخاب کنی، چون اگه من زنده بمونم میتونیم باز بچه دار شیم و جای خالیشو پر کنیم. استیون از این رفتار خانواده‌اش با خریدن توجه خودش خیلی ناراحت و کیم رو میبینیم که داره سینه خیز میره زیر زمین. اونجا شروع به حرف زدن با مارتین میکنه و بهش میگه حال منو خوب کن تا با هم اینجا در بریم و هر کاری بخوای برات میکنم. مارتین بازم جوابی نمیده و کیم بعد از روشن کردن یه سیگار برای پسر به عنوان آخرین کار برای خریدن رحم اون دست و پاشو باز میکنه تا از اونجا بره. اونم بدون توجه به کیم از خونه فرار میکنه در حالی که دختر سینه خیز میره دنبالش و همینطوری بهش التماس میکنه. چیزی نمیگذره که پدر و مادر متوجه میشن مارتین از خونه در رفته و دخترشون کیم هم هیچ جا نیست. با نگرانی و وحشت میرن بیرون از خونه که وسط خیابون دخترشون رو به همون حالت میبینن که داره سینه خیز با دست و پای خونی به سمت مارتین میره. پدر دیگه کم آورده و دخترشو به خونه برمیگردونه تا زخمشو ببنده. اینجا کیم برای دیدن بیچارگی پدرش و حال بدش یه دفعه تصمیم مهم میگیره. میگه بابا منو بکش، چون من عاشق هر سه نفر شما و نمیتونم بدون شما زندگی کنم. استیون هم بدون هیچ حرفی دخترشو تو آغوش میگیره و با ناراحتی از اتاق میره بیرون، جوری که انگار تصمیم گرفته واقعا همین کارو کنه. روز بعدی میرسه و باب رو میبینیم که یه دفعه از چشماش خون میزنه بیرون. پدر با نگرانی صورت بچه‌شو تمیز میکنه و دیگه مطمئن میشه که چند ساعت بیشتر به مرگ پسرش نمونده و وقت تصمیم گرفتنه. اما انتخاب اون دخترش کیم نیست و میبینیم که همه اعضای خانواده گرد هم میشینن. استیون دست و پا و دهن هر سه نفر رو میبنده و بعد کشیدن یه پارچه رو سرشون با اسلحه‌اش وسط پذیرایی وامیسته. چشمای خودش رو هم میبنده و شروع میکنه به چرخیدن. استیون همه چیزو به شانس سپرد و بعد چند دور چرخیدن و وسط گریه و زاری خودش شلیک میکنه. اما گلوله از نزدیکی دخترش رد میشه و وقتی پدر چشمای خودش رو باز میکنه میبینه هر سه نفر هنوز زندن. دوباره شروع میکنه و این بارم شلیک میکنه، اما بازم گلوله از نزدیکی همسرش رد میشه. برای بار سوم پدر چشماش رو میبنده و میچرخه و شلیک میکنه، اما این بار پسر کوچیکش باب قربانی میشه. پدر چشماشو باز میکنه و بعد دیدن اینکه چه اتفاقی افتاده میره تو بدترین شوک زندگی خودش. سکانس آخر فیلم همون کافر رو میبینیم که مارتین واردش میشه. مدتی از اون اتفاق گذشته و با دیدن استیون و همسر و دخترش تو همون کافه میفهمیم حال هر سه نفرشون کاملا خوب شده و این فداکاری واقعا باعث نجات این خانواده شده. استیون تعادل رو به دنیا برگردون ولی به قیمت از دست دادن پسر بیگناه خودش، کسی که به نظرم خیلی از مادر و خواهرش لیاقت زنده موندن بیشتری داشت. فقط کافی بود استیون همه چیزو به شانس واگذار نکنه که الان توی همین کافه باشه. این فیلم یکی از تاریک تریناست، واقعا تاریکه. موسیقی فیلم، دیالوگاش، بازی فوق‌العاده بازیگرا، فیلم برداری که کاملا فضای ترسناک فیلمو بهتون القا میکنه و باعث میشه پا به پای پدر استرس بکشید و با اون گریه بکنید.
خلاصه که فیلمش خیلی خفن و حتما ببینیدش. و اینکه من یه سری از سکانس‌ها رو جابجا گفتم، یه سری از جاهای مهم و باحالش هم نگفتم، ولی توی داستان فیلم تاثیر نداشت. برای اینکه اگه خواستید کامل ببینیدش، باز حال کنید و کل فیلم اسپویل نشده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب هم یادتون نره. روزتون هم گیلاسی.